با افشین شاهی استاد روابط بین الملل در دانشگاه کیل انگلستان از لندن خوش آمدید. آقای شاهی، فرانسه، بریتانیا، آلمان برنامه هسته‌ای ایران رو مخل امنیت بین الملل دونستن. از طرفی الان تو صحبت‌های احمدی هم بود، به نظر نمیاد که شورای حکام قصد داشته باشه که قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر بکنه. چگونه باید تحلیل کرد این رفتارها رو؟ سلام، وقت شما بخیر خانم کیانی. دقیقا درسته، از دید جمهوری اسلامی این بیانیه جدید حتی ارزش اون کاغذی هم که ازش استفاده شده برای انتشار این بیانیه رو نداره. ما در 45 سال گذشته یک الگوی رفتاری در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی دیدیم و این هم این بوده که هر موقع که یک بازدارندگی قدرتمند و معنادار وجود نداشته، حالا در حوزه‌های متفاوت، حالا میتونه در سیاست‌های منطقه‌اش باشه، برنامه‌های هسته‌ایش باشه، برنامه‌های موشکیش باشه، وقتی که یک بازدارندگی جدی وجود نداشته باشه، جمهوری اسلامی به مراتب جسورتر میشه و دائما آستانه تحمل رقباشو بیشتر و بیشتر محک میزنه. همینطور که احمد صمدی به درستی اشاره کرد، درک فعلی جمهوری اسلامی از شرایط این هستش که نهادهای بین المللی یا حتی ما فراتر از اون میتونیم بریم، نظام قالب بین الملل در شرایط فعلی در حال گذار هست. اروپا درگیر یک جنگ بسیار جدی و پرهزینه با روسیه هست. ایالات متحده دغدغه‌های متفاوت امنیتی خودش رو داره و به این باور رسیده به خاطر این چالش‌هایی که به وجود اومده خصوصا برای جهان غرب، امروز ایالات متحده و اروپا رغبت و اراده مواجهه جدی با جمهوری اسلامی رو ندارند و ما در همین بیانیه سه کشور اروپایی هم دیدیم که به رغم انتقاداتی که کردن از جمهوری اسلامی، در آخر بیانیه یک بار دیگه در واقع اون پرچم سفید رو بالا بردن و گفتن که ما همواره به در واقع سیاست‌های دیپلماتیک خودمون اعتقاد داریم و تنها راه حل این مسئله دیپلماسی هست. ببینید، فقط در 3.5 ماه گذشته، زمانی که غرب درگیر جنگ اوکراین بوده، درگیر غزه بوده، 30% به حجم ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی اضافه شده. چون این افزایش آژانس گزارش داده آقای شاهی، جمهوری اسلامی 27 برابر حد مجاز اورانیوم غنی شده داره و بر این اساس اصلا آیا باید اینطور در نظر بگیریم که حکومت جمهوری اسلامی به سوی ساخت سلاح هسته‌ای پیش میره؟ ببینید، برآوردهای متفاوتی وجود داره. من استناد میکنم به مؤسسه علوم و امنیت بین المللی که باورش بر این هست که جمهوری اسلامی در حال حاضر ظرفیت ساختن 13 کلاهک هسته‌ای رو هم میتونه داشته باشه. اصلا ما دیگه نیازی نداریم به در واقع تفسیر و تحلیل نهادهای متفاوت امنیتی و بین المللی. خود مقامات برجسته جمهوری اسلامی از جمله صالحی همین چند هفته پیش گفت که ما تمام ظرفیت‌های لازم رو برای تولید سلاح هسته‌ای داریم، فقط این منوط بر یک اراده و تصمیم سیاسی است. به خاطر همین هست که جمهوری اسلامی به رغم تمام تعهداتی که پارسال مجدداً به آژانس داد، حتی ویزا به ناظران زبده آژانس نمیده. الان یک خلأ بسیار بزرگ و مهم و خطرناک اطلاعاتی برای آژانس به وجود اومده. حتی آژانس بین المللی نمیدونه جمهوری اسلامی دقیقاً چند تا سانتریفیوژ داره و از این سانتریفیوژها در شرایط فعلی چطور داره استفاده میکنه. عملاً نظارت معناداری وجود نداره و جمهوری اسلامی چون که میدونه بازدارندگی جدی وجود داره، بسیار جسورتر و گستاخ‌تر داره در واقع مرزها رو بیشتر و بیشتر جابجا میکنه. خانم بیکنی، سپاسگزارم از شما. افشین شاهی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه کیل انگلستان از لندن همراه ما.